سرخط مهمترین ها، از بحث داغ سال تا دیدار رئیس جمهور غنی با راحل شریف. رئیس ستاد ارتش پاکستان از روند سال و امکان گفتگوی رودرروی دولت افغانستان با نمایندگان طالبان ابراز خوشبینی کرده است. ادامه نبرد دندغوری با پیشروی نیروهای امنیتی، پلیس بغلان از تلفات سنگین طالبان در این منطقه خبر می‌دهد. هم امروز ما پیشروی‌های خوبی داشتیم. و تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر ضد کوریای شمالی. پس از این تحریم‌ها بر این کشور افزایش خواهد یافت. سلام، ظهرتان بخیر و مهمترین ها در نیمه روز از یک با من نصرت منصور خوش آمدید. راحل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان در سفر کوتاه دیروزش به افغانستان با رئیس جمهور غنی دیدار و گفتگو کرده است. این مقام ارشد پاکستان که برای اشتراک در مراسم انتقال فرماندهی ناتو از جنرال جان کمبل و جنرال نیکلسون به کابل آمده بود، افزون بر دیدار با مقام های کشور با جنرال دانفورد و جنرال نیکلسون نیز دیدار و گفتگو کرده است. شریف در دیدار با غنی از روند جاری سال با طالبان و امکان گفتگوهای رودرروی نمایندگان دولت افغانستان با نمایندگان طالبان ابراز خوشبینی کرده است. امنیت مرزها و گسترش همکاری های امنیتی و اطلاعاتی را از موارد گفته که می تواند بر امنیت و ثبات افغانستان، پاکستان و منطقه اثرگذار باشد. گفتگوهای مستقیم سال با طالبان احتمالاً تا چند روز آینده در اسلام آباد برگزار خواهد شد. پلیس بغلان میگوید که پیشروی نیروهای امنیتی در دندغوری ادامه دارد و بیشترین ساعات این منطقه از حضور طالبان پاکسازی شده است. عملیات مشترک نیروهای امنیتی زیر نام خورشید 20 از یک ماه به این سو در بخشهایی از بغلان راه اندازی شده است. ایواز محمد نظیری فرمانده پلیس بغلان میگوید که طالبان در نقاط آسیب پذیر متحمل تلفات سنگین شده و پیشروی نیروهای امنیتی به هدف پاکسازی دندغوری از حضور طالبان ادامه دارد. جنگ فعلا در سایه قره وردکا ادامه دارد علی تروریستا و مخالفین لله الهم توان مقاومت امروز نداشتند در برابر قوتهای ما. همین خطره که شما ببینید در اینجا قوتهای پولیس است، قطعه رزرو پولیس است، کمدک اردوی ملی هست و قطعه شورای پلیس است که در اینجا فعلا در نبرد هستند با دشمن. لله الحمد امروز ما پیشروی های خوبی داشتیم و فضل و کرم پروردگار نتایج جزیره انشاءالله در ساعت های چهار دیگر به اطلاع شنوندگان خواهد رسید. دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی انتخابات موفقانه پارلمانی ایران را به دولت و مردم این کشور تبریک گفته است. او در دیدار با محمد رضا نعمت‌زاده وزیر تجارت ایران گفته است فرصت‌های بیشتر از هر زمان دیگر برای همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور فراهم است و دو کشور می‌توانند با استفاده از فرصت‌های با وجود آمده روابط و همکاری‌های اقتصادیشان را تقویت کنند. بندر چابهار از بندرهای مهم اقتصادی و بازرگانی منطقه است که اخیراً مقام‌های دولت افغانستان با همتایان ایرانیشان و دستیابی مستقیم و بهتر از این بندر برای انتقال کالاهای تجارتی و پیشرفت‌های دست یافتند. ژاپن 16 میلیون دلار به برنامه انکشافی سازمان ملل، کمیساری عالی سازمان ملل برای پناهندگان، صندوق کودکان سازمان ملل و برنامه غذایی جهان برای رسیدگی به پناهندگان افغانستان و برگرداندن آنها از مناطق قبایلی فدرالی پاکستان کمک می کند. این توافق در گفتگوی جونیا مستورا کاردار سفارت ژاپن در پاکستان با نیل بوهمن هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در دفتر سازمان غذایی
فضایی جهان در اسلام آباد صورت گرفته است. 3 میلیون این پول به برنامه انکشافی سازمان ملل، 4 میلیون آن به کمیساری عالی سازمان ملل برای پناهندگان، 3 میلیون آن به صندوق کودکان سازمان ملل و 6 میلیون دیگر آن به برنامه غذایی جهانی اختصاص داده شده است. ایران و افغانستان یک کمیته مشترک بازرگانی تشکیل می‌دهند. محمد رضا نعمت‌زاده در دیدار با همایون رسا همتای افغانی خود توافق کردند که برای ایجاد چنین کمیته نشست‌های مشترک را در کابل و تهران در 3 ماه آینده برگزار کنند. آقای رسا گفته است افغانستان به انتقال تولیدات ایران به افغانستان علاقمند است و خواهان کاهش تعرفه‌های گمرکی برای صادرات کالاهای افغانی به ایران شده است. جنرال جان نیکلسون با عنوان فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به کارش آغاز کرد و مأموریت 18 ماهه جنرال جان کمبل به پایان رسید. جنرال نیکلسون تاکید می‌کند که نیروهای امنیتی افغانستان و خارجی در همکاری با یکدیگر هراس افغانان را در این کشور نابود خواهند کرد. همزمان جنرال جان کمبل می‌گوید که افغانستان سال سخت در پیش رو دارد، هرچند نیروهای امنیتی افغانستان توان مهار فعالیت‌های هراس افغانان را دارند. سجاد محمدی گزارش می‌دهد. مراسم معرفی فرمانده تازه نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان. جنرال جان کمبل پس از 18 ماه مأموریت به حیث فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، امروز جایش را به جنرال جان نیکلسون داد. در این مراسم رئیس اجرایی حکومت، مسئولان کنونی و پیشین نهادهای امنیتی کشور و جنرال دان فورت رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم حضور دارند. همزمان جنرال راحیل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان هم در این مراسم حضور یافته است. جنرال جان کمبل میگوید که پیش برد ماموریت افغانستان دشوار است و افغانستان سال سخت را پیش رو دارد، اما او تاکید دارد که با توانایی نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان دارد. با تغییر فرماندهی سیاست ما در افغانستان تغییر نمی کند. ما متحد به کمک و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان هستیم. ما هر روز از خود میپرسیم که چگونه می شود کار بهتر برای افغانستان انجام شود. در پاسخ در میابیم که تنها راه رسیدن به هدف تقویت نیروهای امنیتی افغانستان است. همزمان جنرال جان نیکلسون تاکید دارد که نیروهای امنیتی افغانستان و خارجی در همکاری مشترک با همدیگر هراس افغانان را نابود خواهند کرد. سالها قبل پناهگاه های امن برای هراس افغانان در افغانستان وجود داشت، اما اکنون از بابت کار و تلاش و فداکاری نیروهای افغان و خارجی این پناهگاه ها به گونه ای که در گذشته بود وجود ندارند. من حرف های زیادی برای آینده افغانستان دارم، اما آنچه که باید بگویم این است که من شما هراس افغانان را می شناسم. شما درد و رنج بیشماری برای مردم افغانستان دادید. نیروهای امنیتی افغانستان با دوستان بین المللیشان قهرمان جنگ هستند و امروز توجه ما بر شکست و نابودی شما خواهد بود. مردم و دولت افغانستان قدر فداکاری ها و قربانی های شما را می دانند. من باور دارم که نیروهای مشترک می توانند صلح و ثبات و امنیت پایدار در افغانستان را که نیاز مردم افغانستان است تامین کنند. جا دارد از کار و تلاش جنرال کمبل قدردانی کنم. او در لحظات بسیار دشوار افغانستان را کمک کرده است. امیدوارم تعهد جنرال نیکلسون هم مانند کمبل نسبت به افغانستان و نیروهای امنیتی نیرومند و قوی باشد. نیکلسون در حال فرماندهی نیروهای ناتو را در افغانستان به دوش می‌گیرد که پیش بینی می‌شود بهار پیشرو فصل سخت جنگی در کشور خواهد بود. در حالی که ماموریت جنگی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پایان یافته، اما شدت نبردها در فصل سرما سبب شد تا آمریکا صدها نیرویش را به ولایت هلمند بفرستد و نیز به گونه قوی از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی هوایی کند. ترکمنستان توافق کرده که در مسئله صلح افغانستان کابل را کمک کند. در سفر حنیف اتمر مشاور امنیت ملی به ترکمنستان، کابل و اشقابات همچنان توافق کردند تا برای تأمین امنیت مرزهای مشترک دو کشور و مبارزه با رسفگنی یک جا تلاش کنند. در این سفر مشاور امنیت ملی دو کشور بر سر تأمین امنیت پروژه های اقتصادی و سرعت بخشیدن و کار پروژه تاپی هم گفتگو کردند. سفر حنیف اتمر مشاور امنیت ملی به ترکمنستان،
در این سفر مشاور امنیت ملی با رئیس امنیت ملی، وزیر خارجه، وزیر سرحدات و وزیر دفاع ترکمنستان دیدار و گفتگو کرده است. شورای امنیت ملی میگوید در این سفر آقای اتمر به ترکمنستان، کابل و اشقاباد بر سر تامین امنیت مرزهای مشترک دو کشور و مبارزه مشترک بر ضد هراس افغانی توافق کردند. افزون بر این اشقاباد توافق کرده تا کابل را در مسئله صلح نیز کمک کند. توافق شوی چه ترکمنستان به افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې او د سولې د تامین په هلو ځلو کې د افغانستان دولت سره کومک کوي. موافقه وشوه چې کوشش او تلاش به کېږي، دواړه دولتونه به تلاش کوي چې دا سرحد د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مشارکت په یو مرکز او په یوه اساسي ځای بدل شي او هیچ چاته اجازه ورنه کړل شي چې په دې سرحد کې د دواړو هیوادونو امنیت او خلق لستونزو سرم مخی. در کنار این، بخشی از هدف سفر آقای اتمر به ترکمنستان را موضوعات اقتصادی و بهبود روابط اقتصادی دو کشور نیز تشکیل می‌دهد. چنانچه در این سفر مشاور امنیت ملی با مقام‌های ترکمنستانی بر سر تامین امنیت پروژه‌های اقتصادی و نیز سرعت بخشیدن به کار پروژه تاپیک گفتگو کرده است. در افغانستان سر در ترکمنستان هیواد در اقتصادی مرستو او همکاری و پرتبات خبری بشوی. در افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ترکمنستانی لوري ته د ټاپي په شمول د اندخوی او اقینه ترمنځ د ریل ګاډي د لیکې او افغانستان ته د ترکمنستان د برق د راتیرولو د پروژو د امنیت د تامین په اړه د افغانستان د دولت د امنیت طرحه وړاندې کړله. ترکمنستان همسایه شمالی افغانستان یکی از همکاران اقتصادی کشور پنداشته می شود که همکنون در کنار دیگر روابط اقتصادی کابل و اشقاباد بخش چشمگیری از انرژی برق کشور از ترکمنستان وارد می شود. اما اینک در کنار روابط اقتصادی اشقاباد و گسترش همکاری های امنیتی با کابل نیز توافق کرده است. وزارت امور داخله از آمادگی ها برای عملیات در برابر گروه های هراس افغان در بهار پیش رو هشدار می دهد و می گوید این عملیات برای مخالفان مسلح دولت مرگبار خواهد بود. هرچند شمار از نمایندگان مردم در شورای ملی از عقب نشینی نیروهای امنیتی در برخ ساعات کشور از جمله پکتیا و خوست خبر می دهند، آنان تاکید می کنند که ادامه این کار برای شهروندان کشور سخت زیانبار خواهد بود. زمستان نسبتاً گرم اما نفسگیر برای نیروهای امنیتی کشور. در این سال مخالفان مسلح دولت حتی در چندین ساحه جنگ جوهری را انجام دادند. اخیراً نظامیان کشور در چندین ساحه ناامن کشور پاسگاه‌هایشان را رها کرده و طالبان در آن ساحه جابجا شده اند. به گفته شماری از اعضای شورای ملی، از دو روز به این سو نیروهای امنیتی چندین پاسگاه امنیتیشان را در ولایت‌های پکتیا و خوست به طالبان واگذار کرده اند، کاری که واکنش اعضای شورای ملی را برانگیخته است. بیزون په خوست و په گردیز و پکتیا که چی علا کردی دی ده دولت دخواه البت په دولت لاس ور سره لری چی دولت لاس نور سره درلوده نو سنگ بیزون بیکار کول طالبانو پلاتی ارکل. هیئت اداری مجلس سنا این کار نیروهای امنیتی را پرسش برانگیز می داند و تاکید می کند که جغرافیا به طالب دادن برای مردم پذیرفتنی نیست. چنین یک عمل حرکت از طرف نیروهای امنیتی که به خصوص در ولایت هلمند متاسفانه اتفاق افتاده دی قابل قبول ما نیست، بلکه این وضعیت بسیار نگران کننده است برای آینده ها. ما چون نتیجه ازیر در تفاهم نامه دند غوری بغلان ما دیدیم، بالاخره اون نتیجه از او ای شد که طالبا قوت گرفتن، طالبا آمدگی گرفتن برای جنگ تمام عیار. سناتوران میگویند پس از رخصتی های زمستانی و در نخستین نشست عمومی ایشان در مجلس، مقام های امنیتی را در پیوند به واگذاری پاسگاه های امنیتی به طالبان فرا می خوانند. تعهد ما برای مردم افغانستانی است که در اولین نشسته که مجلس سنا افغانستان داشته باشه این مسئله را ما به بحث میگیریم و از نیروهای دولتی افغانستان میخواهیم که در این زمینه برای مردم افغانستان معلومات بدن. اما وزارت داخله میگوید تاکنون هیچ یک از بیزهای امنیتی به طالبان واگذار نشده است. در وزارت داخله در هیچ جایش همچو کار صورت نگرفته. ما در کل در تمام افغانستان در جاهایی که پوسته ها و پاسگاه های پلیس ملی افغانستان است از یا مواظبت و مراقبت جدی صورت میگیره.
وزارت داخله هشدار می‌دهد که عملیات‌های ویژه‌ای را برای نابودی حراس افغانان در سراسر کشور روی دست دارد. با نتیجه گیری از عملیات‌های زمستانی ما برنامه دفع حملات و برنامه‌های عملیاتی بهار سال 1395 روی دست داریم. این پلانش کار شده و انشاءالله این هم با آمدن بهار تطبیق میشه. ما فکر میکنم و خوشبین به این هستیم که در بهار آینده وضعیت کاملا نسبت به سال گذشته یا به بهار سال گذشته کاملا تغییر میکنه. برخی ها در حال از بلند رفتن میزان خشونت امنی در بهار پیشرو هشدار میدهد که نهادهای امنیتی از کمبود نیروهای هوایی و جنگ افزار پیشرفته و شدت انتقاد میکنند. رهبران حکومت وحدت ملی درباره چگونگی آوردن اصلاحات انتخاباتی ناوقت دیروز گفتگو کردند. اما شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید دارند که مردم از اقدامهای نمایشی حکومت خسته شدند و خواستار برداشتن گامهای عملی و جدی برای اصلاحات در نظام انتخاباتی اند. پیشتر معاون دوم ریاست جمهوری گفته بود که رئیس جمهور پیش از آغاز به کار پارلمان فرمان تقنینی صادر می کند و کمیته گزینش هم با ترکیب تازه به کارش آغاز خواهد کرد. ظاهراً با گذشت هر روز زمان به ضرر آوردن اصلاحات انتخاباتی می گذرد. چون رئیس جمهور تنها تا روز یکشنبه فرصت دارد برای اصلاح نظام انتخاباتی فرمان تقنینی صادر کند. پارلمان روز یکشنبه دوباره به کارش آغاز می کند. با این هم منابع میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی ناوقت امروز درباره چگونگی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و صدور فرمان تقنینی رئیس جمهور در این باره گفتگو میکنند. حکومت عادت کرده با صحبت کردن و همیشه رایزنی است، مشوره است و کارهای سمبولیک تشریفاتی است. سر عملکرد حکومت، سر باور حکومت و سر تعهد حکومت برای اصلاحات انتخاباتی ما شک داریم. در این میان سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که وظیفه پیشبرد اصلاح نظام انتخاباتی را دارد در دیدار با معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد گفته که رئیس جمهور پیش از آغاز به کار پارلمان فرمان تقنینی صادر می کند. معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرده که کمیته گزینش با ترکیب تازه به کارش آغاز می کند که در آن رئیسان هر دو مجلس شورای ملی، نمایندگان کمیسیون حقوق بشر، قوه قضاییه و جامعه مدنی حضور خواهند داشت. اما اعضای کمیته گزینش این کار را نوع معامله حکومت با پارلمان می‌دانند. اگر باز هم مصلحتی برخورد شود و یک نوع معامله غیر مستقیم می‌تونه بین قوه مقننه و قوه اجرایه در پروسه باشد. من فکر می‌کنم حفظ استقلالیت و بی‌طرفی کار کمیته گزینش خیلی دشوار خواهد بود. اصلاح نظام انتخاباتی یکی از بندهای اساسی توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است. اما پس از 1.5 سال از کار حکومت وحدت ملی، آگاهان باور دارند که در این زمینه کارهای جدی صورت نگرفته و اقدامهای اندکی هم که انجام شده بیشتر نمایشی و به هدف فریب اذهان عمومی بوده است. مجمع بعدی خبری ما ساعت 5:30 شام خواهد بود. خدا نگهدار.